دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدی. خب کلی کامنت داشتیم که آلبوم جدید صادق اومده. خب ما با هم صادق فکر کنم تا حالا ریاکشن و آنالیز نرفتیم. من حدس میزنم پارسالینا یه ترکی که با حسین خونده بودن و به اتفاق رفتیم، خیلی گنگ صدایشون خاطرم است. به حال آلبوم ایشون اومده، ضمن عرض تبریک و تهنیت به حال میریم با هم دیگه یک ترک رو بررسی کنیم که ترک هم خرابه باشه، با هم مفصل آنالیز و بررسی بریم ببینیم چطوره اگه حال کردین و حال کردیم آلبومو به اتفاق جلو بریم. بچه ازتون یه خواهشی هم که میکنم اینه، خب این شما الان جوون و تر و فرزین، ایده تهیه ویدیو داشتین لطفا بر من کامنت کنین که من از ایده های زیباتون استفاده کنم و ویدیو بگیرم و بریم. چه باله سوزتوره. دن 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 شنیدین؟ کنفیکون نمی کنه شما رو؟ کنفیکون نشدین؟ وا چه پیانوهایی داره. دوم 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 و تمام، کار در اومد و تمام. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوون، از این جهت که آقا آهنگ در اومد. آهنگ بدون تردید بسیار باید غم‌انگیز و سوزدار باشه. چرا؟ چون که ما فهمیدیم که از آکورد اصلی داره میره درجه چهارم. این قطع به یقین غمگین ترین حالت ممکنه. لم دم دم اونجا فهمیدیم آقا آهنگ در لا مینوره. از کجا فهمیدیم؟ خب این پر از ریشه بود کار. یعنی ما اگه اون نوت اصلی که لا بود و این لا بود، خلاصا لا بود و هی میشنویم، وقتی آکورد رو در بیاریم لا، معلومه آهنگ در لا مینوره. این آهنگ پر از لاه و لم لم. چون این سوزو گرفتی همین جای کار، گوش کن. میرم چه؟ تموم شد. من الان با این عمرم بتونم برقصم تا صبح بخوای نمیتونی بری. قطعا باید گریه کنیم. میخوام بهتون بگم بچه ها سیکل آکوردها انقدر مهمه، فضای آهنگ کامل میسازه. این آهنگ قطعا دپتوره. لامینور هم برسته مقالات آل جلتر میانو، یعنی همه را یه جا نگم که دیگه. بریم ویدیو بعدی بچه. اصلا ویو میو هم که هزار ماشاءالله تعطیله و ما هرچی میگیم دیگه برای شما، ما دیگه یک نواخ شدیم و دیگه ما رو دور ننداز شده کار و شما دیگه هرچی ما میگیم دیگه خودتون هم دیگه فول پک شدین. من اخبار به دستم میرسه که دوستانی از شما که دوستان هم هستیم میگی آقا ما خیلی موزیکا رو خوب میتونیم گوش کنیم و دیگه در واقع نیازی به شهاب صادقی نداریم و همه چی رو دیگه واسه چی ویو بزنیم. این خب یه مقدار بی‌معرفت طوری نمیشه؟ خداش یاد گرفتی، خب دیگه من چیکار کنم؟ ببینین دیگه مرامی، ببینین ویو میو تعطیله. خلاصه به هر حال ببینید چی شده است. حال داره خوب میشه، تیکه به اندازی ها داره ردیف میشه. 38 سال زندگی بی دلیلی، افکار آگاه، نیاز داره مشتری. کی خرید ازم میخرید الان؟ اولا که چه صدای با حالی، صدای خورده هم مرموزه وقتی شما هوا رو زیاد کنی، از این کنتراست بکاهی هوا رو زیاد کنی، ناو کلمه او ماو واو واو این او رو به کار اضافه کنه، مرموزی کار اضافه میکنه و دارکی دارک و مرموز و ترس، این همه المان های این تون صداست. یه مقدار باید بهش فالس کورد بدی که ادا حالت دیستورشن گرفته، یعنی من خرابم. دیستورشن از اسمش هم پیداست، من این خورده خرابم، هم مرموزم و هم خرابم. دار مشتری کی خرید ازم؟ چی خرید ازم؟ باریکلا به این ریکورد
باید ببینیم که کانسپت کار چیه، طرف چرا داره اینجوری صادق میخونه. بی دلیلی افکارا کجا؟ 36 سال زندگی بی دلیلی افکار آگاه نیاز داره مشتری. ما رو یاد بهرام هم میندازه ها. نیاز داره مشتری. کی خرید ازم میخرید الان؟ این جوون جوونی شو که تو مسیر تباه. من دنبال حکمت، اون دنبال غیرت. بازار به قیمت، چی میخواد جز خفت؟ با دلار تاب خوردیم، با شما کاه خوردیم، از گدا شاه ساختیم، از همون شاه خوردیم. خب ترک اجتماعی اعتراضیه. بعد دیگه برای خود من، حداقل برای خود من دیگه اونقدر خودم به خودم غر زدم، خودم به شما غر زدم دیگه، من به شخص غرم نمیاد. یعنی میدونی آدم بچه، من خودم خب نزدیک 39 و نیم سالم شد دیگه، نزدیک به 40 دارم میشم، و شما دیگه به مرور زمان دیگه همچین اونقدر مثلا میکنن توی قلبت اینا که دیگه تو سر میشی، تو سر میشی و اصلا شل میکنی و میگی حاجی دیگه بکن، مثل سگ بکن ما رو هیت. ولی دیگه چجوری بتونه پوسکلوف میشی. ولی خب این من ناراحت شما هام بیشتر. خب چجوری بخوام براتون شفاف بگم، ناراحت اون جوونهایی هستم که هنوز کلی امید دارن. منم کلی امید دارم و منم احساس جوونی میکنم، ولی خب دیگه خیلیش رفت، خیلیش رفت و پرت شد و سوخت. متوجهی؟ سوخت. غیرت، بازار به قیمت، چی میخواد جز خفت؟ با دلار تاب خوردیم، با شما کاه خوردیم، از گدا شاه ساختیم، از همون شاه خوردیم. عجیبه اما. خب برای خود من از گدا شاه ساختیم و از همون شاه هم خوردیم، برای من تداعی کننده یکی از ناراحت کننده ترین داستان های زندگیم و شاید بتونم بگم ناراحت کننده ترین داستان تاریخ زندگیم باشه. من خاطرم هستش که یه گروهی در سابق داشتم، گروه موسیقی، و اینا همه بچه های 18 20 ساله بودن و همه آماتور و دوستانم بودن و اصلا موزیسین های شاخصی نبودن، فقط دوستانم بودن و من در همون برهم جز معروف ترین های کشور بودم در ژانر کاری خودم. اینا رو دور خودم جمع کردم که آقا بیایم کنسرت من میخوام بدم و دوست دارم که اگه شما هم اوکی باشین از شما استفاده کنم که دوستان من هستین، نه از نوازنده های اسمی و اینها. اینا ما کنار هم جمع شدیم، کنسرت ها شروع شد، شهرت اومد و برای اونا هم خیلی من مایه گذاشتم در شهرتشون بسیار زیاد. حالا اونایی که تو کنسرت های ما میمدن میدونن که من راجع به چی صحبت میکنم و من به هر حال اونا هم شاخص شدم. وقتی که یک گروهی خیلی مطرح میشه، همه اعضای گروه هم مطرح میشن و من هم به مضاعف خیلی برای این قضیه هم بیشتر وقت گذاشتم. ولی خب ما کارمون دوستانه بود، فارغ از بحث قرارداد و اینها بود و چند سال گذشت، کار به جایی رسید که اونا دیگه نگو بین خودشون مثلا یه توطئه ای در پیش گرفتن و به خودشون گفتن خب ما که حالا خودمون انقدر معروف شدیم چرا واسه شهاب بزنیم؟ چرا مثلا همه پولا بره، مثال میگم، چرا همه پولا بره تو جیب شهاب؟ مگه ما اینجوری؟ خب در حالی که کار مال شهابه دیگه. الان مثلا در کنسرت سیروان خسروی که مثال دارم بچه‌ها، میگم کنسرت اسمش از سیروان خسروی، هرچی اگه سودیه مال سیروانه، اگه ضرریه مال سیروانه، سیروانه که داره همه کارا رو میکنه به اسم سیروان. شما گیتاریست گیتاریسته، بیسیست بیسیسته و همه چیز مال اونر کار هست. ولی خب اونا به خودشون گفتن دیگه ما چرا بریم واسه شهاب بزنیم، خودمون کار کنیم، میخوایم رو پای خودمون وایسیم، احسن خودمون کار کنیم، همه پول تو جیب خودمون بره. و یک شبه من به من گفتن که داداش خدافظ و ما رفتیم. و من بخوام بگم داداش، یعنی شما اینجوری بود، خب من واسه شما رو مطرح کردم، من همونجوری شما رو به عنوان نوازنده نگاه می‌کردم، من این همه برای شما وقت گذاشته بودم، اون همه شما رو پروموت کردم، این همه چیز فلان، و شما همینطور که آقای صادق خان داره میگه خوردیم با شما کاه خوردیم، از گدا شاه، از گدا شاه ساختم، حالا شاه شده دیگه، ما حالا شدیم بده، حالا ما اینجوری. و این اوج نامردی و بی‌معرفتیه. و شما بچه، من بهتون حالا نمیخوام پند و اندرز بدم، من خودم پند پذیرم، و ولی به عنوان یک دوست از من بپذیرین که آدم بی‌معرفت شاید اولش به یه رله شد ایول فلان، ولی زمان، گذر زمان، آدم بی‌معرفت به هیچ جا نمیرسه. آدم بی‌معرفت همیشه به مرور زمان تنها میشه، چون که
تو وقتی که کاراکترت بیمرامی و بیمعرفتی، اینو فقط یک بار که بروز نمیدی، اینو بارها بروز میدی و اینو از دست میدی، اونو از دست میدی و بعد از یه مدتی میفهمی که نه، همه چیزو از دست دادی. و آدم با معرفت همیشه همه دوستش دارن، همه میخوانش، همیشه دور و برش شاده، چون که همین با این مرام داره، معرفت داره. و من خودم در زندگیم خط قرمزم، یکی از خط قرمزام، هزار ماشاءالله هزار تا خط قرمز دارم، یکیشون بی‌معرفتیه. و بریم، حال ما رو گرفت، چون این اندوهگین ترین داستان زندگیم بود که دوستانم به هم نارو زدن. خوردیم با شما کاه، خوردیم از گدا شاه. من خلاصه‌شو گفتم و خیلی بیشتر از این حرفا بود. بر علیه من مصاحبه کردن، گفتن این پول ما رو خورد، این فلان ما رو خورد و فلان، در حالی که من با خودشون صحبت بعدنم، حالا یکیشون برگشت، حالا نمیخوام اصلا موضوع رو باز کنم، یکیشون برگشت گفت آقا ما اشتباه کردیم، من دوباره منو بیار تو گروه و فلان و اصلا ولش کن. ولی خب دیگه نارو بسیار ناراحت کننده بود که از دوستانم یک شبه مثلا نمیستم چه خبر، نگو بین خودشون دارن ساخت و پاخت میکنن و از این حرف. خوردیم با شما کاه، خوردیم از گدا شاه، ساختیم از همون شاه خوردیم. عجیبه اما ما باز امید داریم، به خدایی که فرشته جای دیو زایید، به صدایی که گمونم با شما ها قهره، ما صدا عدالتیم تو چند تا تیر داریم. تبریک میگم به کل تیم از این جهت که اینجایی که گفت ما امید داریم، فضای امید رو ساختن، چقدر باحال. جای دیو زایید، به صدایی که گمونم با شما ها قهره، ما صدا عدالتیم تو چند تا تیر داریم. خوشم میاد، نوع خوندنش خیلی مقطعه، خیلی مقطع و خیلی شمرده است، فلو کارو میپسندم. صدا عدالتیم تو چند تا تیر داریم، بزن که خون همش به شهر من بارید، بزن که وقت شد و کلمون خوابیم، بزن بیدار شیم تو بین ما جازنی، بزن که شاید بعد ما یه نوری تابید. و این نوا منو، این مشابه این نوا رو که ما نوای عربی هست، این اصلا نجوای عربی و این تون عربی رو ما توی این چی بود سریالی که هر دقیقه پخش میکننش، امام حسین توریه چی بود بابا، همین یارو ایرانیه که ابوالفضل پور عربه، پور عرب نیاه، چیه فریورز عرب نیا توش بازی میکنه، الان اسمش شدم، همین آقایی که مثلا ایرانی بود نه من فلان بود بر قیام میام زد و این حرفا همش پخش میکنن. این نجوا توی اون توی اون موسیقی متن اون بسیار زیاده، نمیدونم حالا برداشتن یا ساختن. اسمش چی بود خدایا بابا، با جومونگ هر دقیقه من خنگ شدم، با جومونگ هر دقیقه هر سال پخش میکنن عاشورا عاشورا. قلب من پوچیده، حال اهل این خرابه، هر سوالی داری اینجا قطعا بی جوابه، واسه بود که اجنبی که خون ما حلاله، تا تو باشی اسب مفتمون میشه سوارت، هم خراب امروز یه دنیا خوابن، من و تو موندیم تو نسل آدم، خراب خونمونه باس بیاری طاقت، آبادی نزدیکه ولی نراحت، گلای وحشیمونو به چقدر زیبا میگه آبادی نزدیکه ولی نراحت، آبادی نزدیکه ولی نراحت، گلای وحشیمونو ببینه تو آجرا، چه قدی کشیدن بیکت خدا و ناخدا، کند کردن داست و اینو پتک باشه با شما، میدن بوی آبادی باغمونن به خدا، میشه داست و گل برگ این گلا چشیده، با امید این که پشت هر سیاسفیده. خب بشینم براتون یه تحلیل سنگین بزنم، عشق کنین. اول شروع میکنیم از بیت کار، ببینین دین دین تا تا دون تا. من دارم ابتدا راجبه پارت کوبه‌ای کار صحبت میکنم، گوش کنین. میدم بوی آبادی باغمونن به خدا، میشه داس و گل برگ این گلا چشیده، دین تا تا دون تا تا. ریورب کار، ایکیو کار شما رو غرق میکنه. این کوبه‌ای. دوم مبحث زمینه کار، آهنگسازی کار، اتصال دو آکورد لا مینور به ر مینور در گام لا مینور که گام بر اساس مقالات شوبرت گام زهد و پارسایی و نرم و لطیف بسیار به جایه. و اگه بعضی به شما میگم مقالات شوبرت، نه که فقط شوبرت راجع به احساس نوت ها صحبت کرده، خیلی از موزیسین های بزرگ تاریخ هستن که راجع به این موضوع صحبت میکنن، و ولی اونایی که آدم های خیلی مطرح تری هستن به عنوان یک مرجع ازشون صحبت میشه، یعنی
شوبرت میتونه یک مرجع باشه. من خیلی از این تیپ مقالات در شما تزهای دکترای خیلی از کشورها میبینین، حتی همین الان راجع به احساس نوت‌ها، فرکانس‌ها و اینا صحبت میکنن، ولی خب شوبرت به لحاظ اینکه خیلی موزیسین قدریه، مثلا مثل بتهوون، باخ، فلان، حرفش میتونه یک سند باشه. وقتی من میگم شوبرت منظورم اینه، بر اساس مقالات شوبرت فلان. حالا تاکید رو لا مینور و اتصالش درجه 4 رو میشونم، لا سی دو ر، لا مینور ر مینور، لا مینور ر مینور قبلا سوال کردیم بسیار غمگین میکنه، بسیار هم غمگینه. آرپش های پیانو و این استفاده از اینسترومنت پیانو کلا با توجه به این تمپو خیلی کارو نرم و لطیف و دارک و غمگین میکنه. دارکی منظورم سیکه دیگه، همچه خیلی دارک نیست، بیشتر سیکه تا اینکه دارک باشه. اینم از این سینتی که اون زیر استفاده میشه، اونم پد هم به این کار از اون نجوا و آوا خیلی به کار از بیس های مرتب کار هم به همین ترتیب. تون صدای اینجوریه صادق هم به این کار. میخوام بگم تمامی المان ها در راستای این سیک بودن و این غم بودن کار اضافه میکنن. اینا شد بیت کار و ترانه. ترانه چقدر زیبا انتخاب شده. عنوان کار هم خرابه، نه هم وطن، هم خرابه. داداش تو خیلی مخی، خیلی بجا، کلمات بجا، خیلی استعاره ها بجا، لیریکس بسیار بجا. کار یک کار شسته رفته و تمیزه و اندوهگین و در واقع حالا ما که قلبمون اینها سر هست، اونقدر که کردن توش مثل سگ چیزی نه کردن که ما رو دیگه سر کنه، ما سر شدیم. ولی خب امیدوارم شما جوانترها سر نشده باشیم و اگه حالا نمیخوام بگم پتانسیل مهاجرت داریم، مهاجرت کنیم و فرار کنیم، چون که ای کاش که کشور ادارش درست بود و مغزهای ما میموندن برای سازندگی، نه اینکه دونه مهاجرت کنن. ولی به هر حال از سالهای خوب جوونیتون در جای مناسب استفاده کنیم. با امید این که پشت هر سیاه‌سفیده هم خراب ما درخت این خرابه، این پس ما تبرو کند کنیم میزنه سفیده. ما تبر رو کند کنیم میزن سفیده. چیا رو هم به پشت هر سیاه‌سفیده هم خرابه ما درخت این خرابه، این پس ما تبر رو کند کنیم میزن سفیده. حالا ما بچه ها قر نزنم دیگه، قر نزنم، شما رو اذیت کردم اونقدر که از ناراحتی های زندگی خودم، ولی همش درده، درد هر روزه است، درد هر روز است. بچه شما اون رخ خنده رو رو میبینیم، ولی خب درداره که شما نمیبینیم. ما ویدئومون با هم 20 دقیقه است، ولی این از 24 ساعت چون 20 دقیقه شو کم کنی شکلی نیست رخ کار همیشه. سخت بود، درد بود، زندگیت برات نه شرم بود، ننگ بود، بردگی و ماتم بود که بیش شرف نزاشت باقبون برامون. هم خراب سنگ میشه این قبیل راحت که بود که بشکنه، ما صدی نیستیم بکنه، این قسم تو ذهنمه، قسم به اسممه، قسم به راستی که ما اونی قسم به اسمم که صادق راستی، این قسم تو ذهنمه بشکنه، ما صدی نیستیم بکنه، این قسم تو ذهنمه، قسم به اسممه، قسم به راستی که ما اونیم که خواستیم، من و تو ساختیم باز رو به رو شواستیم، که این دست کج محتاج زور ماست، که این شب تو گله ارتعاش زوزه هاست، که این شهر بابا داداش تنظیم کننده این کار کی الان این سینت این زیبا رو چرا ادامه نداد؟ اه رفت رو مخم چقدر به جان میومد ملودی میزد لعنتی به روش واسیم، که این دست کج محتاج زور ماست، حالا که این شب تو گله ارتعاش زوزه هاست، که این شهر جان داره واسه نوچه هاش، سپاه نه این نشنگ خونه بزنگش رفت برای عزیزان و نارسو و پاور، برای مردمی که حس نکردن آدمه نزد اینا رو که خوندم. اه دست کج محتاج قسم تو ذهنمه، قسم به اسممه، قسم به راستی که ما اونیم که خواستیم، من و تو ساختیم باز رو به رو شواستیم، که این دست کج محتاج زور ماست، که این شب تو گله ارتعاش زوزه هاست، که این شهر جان داره واسه نوچه هاش، سپاه ننگی نشنگ خونه بزه هاش، برای عزیزان و نارسو و پاورم، برای مردمی که حس نکردن آدمن، برای لطافتی که مرد و عطا
تو آهنم، برای این خاک پاک بود روزی مادرم. عجب آهنگی بود، بارکلا صادق، هم خرابه. آقا حالمالمون بد شد، حالمالمون بد شد، ولی امیدوارم که شما هر جا هستین حالمالتون ردیف باشه و بهتر کوین و موضوع خودتون باشین و خدا نگهدار.